سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. معمولا منو با یه بکراند از شهر نیویورک میبینید، ولی من همونطور که شاید بدونید توی سفر هستم. بد ندیدم که الان که دقیقا 4 هفته مونده به انتخابات ریاست جمهوری امریکا، این ویدیو رو براتون ضبط کنم، یه توضیح در مورد حال و هوای اینجا بدم، بعدم اگر که وقت شدهش این برگه رأیی که به حال من گرفتم و که بخوام بهتون نشون بدم و با همدیگه نگاه بندازیم و اینجوری این ویدیو رو پایان بدیم بهش. حال هوای انتخابات چه شکلی الان توی امریکا؟ همونطور که عرض کردم خدمتتون، 4 هفته مونده، دقیقا 28 روز مونده به انتخابات ریاست جمهوری بین خانم هریس و آقای ترامپ. و اگر امروز، همین امروز، انتخابات ریاست جمهوری اتفاق میافتاد، با وجود اینکه توی نظرسنجی ها خانم هریس 4 تا پوینت جلوتر از آقای ترامپ هستش، من فکر میکنم که اگر امروز اتفاق میافتاد، آقای ترامپ برنده این انتخابات میبود. من بارها گفتم توی چند تا ویدیوی قبلی که در مورد انتخابات عرض کردم خدمتتون و گرفته بودم، این که انتخابات این سال بسیار تنگ هستش، به قول همینا نکمنک، یعنی گردن تا خیلی فاصلش کم خواهد بودش. به خاطر این واقعا تا ساعتهای آخر ممکنه که یک اتفاقی بیفته و رأی ها رو ببره به یه سمتی. چند شکل ممکنه این اتفاق بیفته. یکی این که کسایی که آبی هستن و دموکرات هستن به شکل عجیب و غریبی بیان بیرون، حتی از زمان 4 سال پیشی که اومدن و رکورد شکستن و به آقای بایدن رأی دادن، حتی از اونم بیشتر بیان که من خیلی بعید میدونم، و اونجوری بتونن خانم هریس رو رئیس جمهور بکننش. تو شکل مخالفش من فکر میکنم که هنوز قسمت کالج، الکترال کالج و رأیای ایالتی و احتمال خیلی زیاد آقای ترامپ برنده میشه، ولی تعداد رأیای کلی و خانم هریس برنده میشه. همون اتفاقی که حدود 8 سال پیش واسه بین خانم کلینتون، هیلاری کلینتون و آقای ترامپ اتفاق افتاد، فکر میکنم که بعید نیست اون اتفاق بیفته. من یک چیزی رو معمولا مثال میزنم به شوخی که حالا یه خود غمناک هم ممکنه باشه، اینی که دفعه اول اشتباهه، دفعه دوم انتخابه. شما اگه دفعه پیش مثلا به یک کسی رأی دادید مثل آقای ترامپ، اگه دفعه دوم دوباره همونو انتخابش کنید، دیگه اشتباه نیست، دیگه یه انتخابیه که کردیدش. من نه بد میدونمش نه خوب میدونم، خیلی شفاف اینجا بگم، ولی اون یعنی اینکه با همون طرز تفکرایی که هسته شما دارید میرید جلو. از طرف دیگه هم بخوایم از لحاظ اقتصادی مخصوصا، یک سال و نیم گذشته و به طور کلی 3 سال و نیم گذشته که آقای بایدن این اقتصاد رو دست گرفته رو ببینیم، هر روز به نظر من وضع بدتر و بدتر شده، مخصوصا توی 1 سال گذشته. گرانی ها اینجا به شکلی واقعا رسیده که من هیچ وقت ندیدمش. حتی توی الان که من سفر میکنم توی ایالت های ارزون ترم که هستم، ولی باز واقعا همه چیز به شکل عجیب و غریب گرونه. وقتی هم که از آدما میپرسی کاملا تاییدش میکنن که واقعا مثلا 1 سال پیش 2 سال پیش این اتفاق نیفتاده بود. به خاطر همین قضیه من فکر میکنم که بعید نیستش که تو این لحظه به خاطر قضیه اقتصادی و اون پرامیسا و اون قولهای انتخاباتی که آقای ترامپ داده واسه این که بخواد انتخابات و اقتصاد رو بهتر کنه، در واقع بعید نیست انتخابات رو ببره. ولی میگم باز هنوز زوده، باز توی روزهای آخر باید دید که چه اتفاقی میفته. یک احتمال دیگه هم وجود داره که رأی ها دقیقا برابر بشه و اون وقت خیلی عجیب میشه، به خاطر اینکه مجلس امریکا باید رئیس جمهور انتخاب کنه و خیلی جالب خواهد بود اون قضیه. اتفاق خوبی نیست به نظر من اگر اون اتفاق بیفته. من فکر میکنم که اتفاق بهتر واسه کشور، واسه دموکراسی، واسه امنیت مردم اینه که هر کسی میبره با رأی بسیار بالا ببره. اگر با رأی بالا نبره، به خاطر قضیه سوشال میدیا، به خاطر اتفاقات و صحبتایی که خود آقای ترامپ قبلا کرده و اینا، مردم احتمالا به سمتی میرن که او تقلب شده و اون اصلا خوب نیست، مخصوصا تو این شرایط اقتصادی، تو این شرایط سیاسی دنیا که نگاه میکنید بعد از قضیه کووید با خاطر سوشال میدیا، اگه نگاه کنید یک تنش عجیب و غریبی و یک خستگی تو مردم هستش
که به نظر من یک جرقه خیلی کوچولوی نیاز داره که اتفاقات بد بسیار بزرگی بیفته. به خاطر این امیدم اینه که هر کسی که برج، چه آقای ترام چه خانم هریس، هیچ تفاوتی شخصا واسه زندگی من واقعا نداره، اینه که با رأی بسیار بزرگی هر کدومشون ببرن که دیگه هیچ شایبه ای وجود نداشته باشه. اگر بخواد همون مثل شبیه زمانی که آقای بوش پسر در واقع رأیش آورد که چند هزار تا بیشتر نبود و اونجوری برنده شد، امیدوارم که اون شکلی نباشه. در مورد قضایای اقتصادی باید خدمتتون عرض کنم، همونطور که میتونید نزدیک 35 تریلیون دلار الان امریکا زیر قرض هستش. چه خانم هریس بیاد و چه آقای ترامپ بیاد هیچ تفاوتی نداره. من فکر میکنم اون چیزی که تو نظر سنجی هست و اون چیزی که اقتصاددان ها گفتن، اقتصاد اون در واقع اون عدد دته که امریکا داره، اون چیزی که باید برگردونه به کشورهای دیگه توی زمانهای ترامپ مثل که خیلی بیشتر خواهد شد، به خاطر اینکه شکلی که خودشون به حال اقتصاد رو میچینن، دقیقا اون چند سالی که رئیس جمهور هستن اقتصاد خیلی خوب هستش ولی تبعاتش رو سالها بعد دیده میشه. به خاطر اینکه نمودار اینجوری هستش، اگه یه ذره زوم اوت کنید و نگاه بندازیش، که خب توی زمانی که خودشون هستن توی رئیس جمهورشون بهترین میشه. یعنی اگه شما احتمالاً مثلا یکی دو سال آینده رو ببینید بعد از آقای ترامپ، احتمالاً توی زمان کوتاه مدت خوب بشه ولی به صورت بلند مدتش اون شکلی نخواهد بود. ولی باز این چیزی که من فکر میکنم در مورد اقتصاد اتفاق میفته، تو ویدیوهای قبلی هم گفتم، اینجا هم لینکشو میدم، اینه که من فکر میکنم تا پیش از سال 2026 یک کرش اقتصادی، یک کورکشن اقتصادی توی امریکا اتفاق خواهد افتاد که بسیار بسیار بدتر از سال 2008 خواهد بود. این باور شخصی منه، امیدوارم اتفاق نیفته، ولی همه فضا و حال و عدد و هر چیزی رو که نگاه بهش من میندازم خیلی خیلی شبیه سال 2008ه. من فکر میکنم از سال 2008 هم بدتر خواهد بود، به خاطر اینکه اون موقع امریکا اینقدر زیر بار خرج نبود که بخواد پسش بده و اینقدر شروع نکرده بود که هر روز بخواد دلار رو پرینت کنه و بده بیرون که باعث تورم میشه. به خاطر همین چای ترامپ بیاد، وقتی ایشون بیاد قطعا میاد میگه که اوکی، من یه اقتصاد شکسته خراب دستم دادن و به خاطر ایناست، این چی میگن، میندازنش تقصیر دولت قبلی مثل همه سیاست مدارها. و خانم هریس هم که بیاد هیچ تفاوتی باز نداره، بعضاً باز همون اتفاق میفته، دوباره تقصیر ها میفته گردن یه نفر دیگه. تنها چیزی هم که دودش میره تو چشش، فقط تو چش مردمه، تنها جایی که این دود خواهد رفت، چون خود سیاست مدار و پول دارها و اینا هیچ وقت معمولا دود توی چشمشون نمیره. یه چیز دیگه ای هم که بد نیست به نظر من دقت کنید اینه که چه موقعی که میخواد سرمایه گذاری کنی، چه موقعی که بخواد ببینید که اقتصاد چه اتفاقی با قراره واسش بیفته، بد نیستش که نگاه بندازید که پولدارها، آدمای ولتی خیلی زیاد، خیلی عجیب و غریب، مثلا همون کسایی که تو 50 تای اول دنیا هستن، با پولاشون دارن چه کار میکنن، با اون استایی که دارن، اون چیزایی که، خونه‌ای که دارن، ماشینی که دارن، بورسی که خریدن و اینا، چه کار دارن با اونا میکنن. اون خیلی معمولا نشون میده که اقتصاد کدوم سمتی داره میره، چون اینا توی یک برکت های خیلی طبقه های خاصی هستن که دوست ندارن که پولشون از دست بره. همونطوری که شما مثلا با همسایه بغلتون یه رقابتی ممکنه داشته باشید که چشم هم چشمی باشه، توی قسمت پولدار هم همین قضیه وجود داره. کلاباشون مختلف میشه، کلاب 5 میلیونی هست، کلاب 50 میلیونی هست، کلاب نمیدونم 500 میلیون دلاری هست. به خاطر همین، به خاطر اینکه بخوان حفظ کنن و توی این کلابا رو از دست ندن و همیشه به سمت بالا برن، پولاشون رو الکی جای خاصی خرج نمیکنن. الان چیزهایی که من دارم میبینم توی حدود 9 ماه گذشته شروع شده، پولدارها مدام دارن میفروشن همه استایی که دارن، نمیدونم اگه تیم فوتبال دارن، تیم بسکتبال دارن، اگه نمیدونم استاکی دارن، همین رو دارن میفروشن. اینا معمولا یعنی اینکه یک اتفاقی قرار بیفته و یک سقوطی قرار باشه که یک، نمیخوان که مشکلی واسه اون استی که دارن اتفاق بیفته، دو، شما وقتی که پول داشته باشی و پولتو بکشی بیرون، موقعی که این شکست اتفاق میفته میتونی که با قیمت ارزون‌تر
همون چیزایی که قبلا میخواستی بخری و بخری. به خاطر این هنوز من فکر میکنم که اگه امسال یا سال آینده میخواد خونه بخری توی امریکا، زمان بدی شاید نباشه که یه خورده دیگه صبر کنید. نظر شخصی منه، به هیچ وجه اینا مشاوره های اقتصادی هیچ کدوم اینا نیست، فقط بد نیستش که یه سرچ بیشتری بزنید، یه نگاه عمیق‌تری داشته باشید واسه اینکه خدای نکرده اتفاقی واسه پولتون نخواد بیفته. 4 هفته دیگه مونده هنوز به انتخابات. انتخابات عجیبیه، معمولا انتخابات ها رو میشد یه خود متوجه شد که کی جلوتره، کی قراره برنده بشه، شکلش چجوریه. ولی یک اتفاق دیگه که افتاده اینه که یک انزایتی وجود داره، یک ترسی وجود داره، یک نمیدونم، حالا یه چیزی که شاید به عصبانیت هم پیچیده شده باشه و مخلوط شده باشه وجود داره که من فکر میکنم هیچ کسی اصلا نخواد رأی هم بده اون شکلی که باید رأی بده، اون شکلی که 3 سال و نیم پیش آدم رو رأی دادن. من فکر میکنم که، یعنی من خودم رو نگاه میندازم و خیلی کسای دیگه که به هر حال هستن میپرسم ازشون، خیلی هاشون قبلا اینجوری بودن که 100% ما باید بریم کشور نجات بدیم، باید دموکراسی نجات بدیم، نمیدونم ما باید به این رأی بدیم به خاطر اینکه این قضیه تاریخی هستش و همه این صحبت ها. توی این انتخابات من از این صحبت ها واقعا نمیشنوم. وقتی که میشنوم این ور اون ور، مخصوصا الان که توی وسط های امریکا دارم سفر میکنم، وقتی میپرسی از این و اون میبینی که اونقدرها دیگه واقعا، یعنی آدم خستن تا اینکه بخوان یه شوری توشون وجود داشته باشه که بخوان آینده رو بسازن، انتخابی انجام بدن که چیز خوبی هم نیستش واسه یه کشوری که به هر حال 250 سال داره دموکراسی رو تجربه میکنه. اونم یه چیز دیگه هستش که آدمو خیلی واقعا شاد نمیکنه و خیلی امیدوارش نمیکنه. برنامه شخصی خود من واقعا که حالا خوبم نیست آدم شیر کنه این چیزا رو، ولی من فکر میکنم که چه هر کدوم از کاندیداها بیان و برنده بشن، امریکا متاسفانه امریکایی که من سال 2008-2009 وارد شدم دیگه نیست. یعنی همینطور متاسفانه تو هر شکلی که نگاه میکنی، میری یه غذا سفارش میدی، نمیدونم با یک کسی کاستومر سرویسی پای تلفن صحبت میکنی، رفتار آدم ها، یه خستگی وجود داره، اصلا نمیدونم چه اتفاقی افتاده، شاید به خاطر سوشال میدیاست دوباره، شاید بعد از کوویده، که آدم ها دیگه فقط میخوان این کار همینجوری بره جلو که یه پولی هم آخر ماه فقط حقوقشون رو بگیرن و خیلی واسه شون دیگه مهم نیست. قبلا مثلا شما میرفتید نمیدونم بانکی، جای غذا میخواستید بخورید، کافی شاپی، کنسرتی، همه چیز یه شور و حالی توش داشت و همه چیز یک آدم واقعا خم میشدن واسه شما، واسه اینکه بخوان اون سرویس خوب بدن. یه مسابقه، یه کامپیتیشن خیلی خوبی وجود داشتش که من از رقیبم بهتر به شما سرویس بدم که شما به من برگردید. الان این شکلی شده که هیچ کسی کار نمیکنه مثل اینکه، یعنی فقط زندگی حالا بره جلو بگذره، حالا هر شکلی که رفت یه پولی فقط بیاد تو جیب ما. به خاطر همین باید دید واقعا که اون شکست اقتصادی اولا اتفاق میفته آیا یا نه، و اگر اتفاق بیفته چه تغییری و قراره تو این رفتارها بده. من خودم برنامه شخصیم اینه که واقعا یه چند ماهی بعد از احتمالاً انتخابات بیشتر تو امریکا نباشم و بعدش شروع کنم به سفر کردن راستش شده بخواید، و تا اینکه ببینیم که چه اوضاع زمانه چه خواهد بود، اونجوری فکر میکنم که شاید زمان خوبی باشه واسه اینکه حداقل دنیا رو بخوام بیشتر ببینمش. اگه رفتم بخش شد حوصله‌اش بود، احتمالاً شما ویدیوهاش هم خواهید دید. این از صحبت ابتدای قضیه. دوباره من طرفدار هیچ کسی نیستم، اومدن هیچ کدوم از این دوتا، رئیس جمهور شدنشون یا حتی یه نفر دیگه هم که بیاد شخصا توی زندگی شخصی من، هیچ تفاوتی واقعا ایجاد نمیکنه. خیلی ها فکر میکنن که مثلا من دوست ندارم که آقای ترامپ رئیس جمهور بشه، بهش فش این شکلی نیست. همیشه گفتم بین دوستا توی جمعی خصوصی اینا، واقعا اومدن ایشون واسه اقتصاد بهتره، واسه کار من بهتره و احتمالاً واسه یه چیزای شخصی تره که من روش سرمایه‌گذاری کردم بهتره، ولی من هنوز به نظرم برای دموکراسی خوب نیست ایشون، به خاطر اینکه همه چیزو شخصی میگیره. خانم حریص هم واسه اینکه جانه افته بگم، ایشون هم خوب نیست. یعنی یه چیزی هستش که یه مهره‌ای هستش که هیچ کار است، یعنی قرار هیچ کاری باشه و کشور رو کس دیگه بگردونه، همونطوری که 3 سال و نیم
گذشته اصلا مشخص نیستش که کشور چه کسی داره میگذرونه و به این وضع افتاده. به خاطر همین هیچ کدوم از اینا گزینه‌های درست حسابی نیست. بریم سمت این برگه انتخاباتی. شما توی امریکا متفاوت هستش که رأی دادن با شکلی که توی ایران هستش. توی ایران تا اونجا که من یادم اگه چیزی تغییر نکرده باشه شناسنامتون رو میبرید توی همون روز انتخابات که یک روز تعطیلی هست و معمولا جمعه هست و از انگشت رو میزنید ثبت میشه رأیتون رو میندازید و یک بارم بیشتر نمیتونید رأیش بدید دیگه چون ثبت شده توی شناسنامتون اگه همون شکلی هنوز بوده باشه. توی انتخابات این شکلی نیستش. توی امریکا انتخابات امریکا متفاوته. یکی اینکه انتخابات همیشه سه‌شنبه است، همیشه اولین سه‌شنبه ماه نوامبر اون سالی که توش انتخابات اتفاق میفته هستش. به خاطر یه چیزای تاریخی واسه کشاورزا، کلیسا و چیزای این شکلی بوده که حوصله‌تون سر میره اگه بخوام توضیحش بدم، ولی اینو بدونید که همیشه سه‌شنبه هست، سه‌شنبه تعطیل نیست. تقریبا موظفن که یک زمانی یا اگه شما سر کار هستید بهتون اجازه بدن که برید بیرون که بخواد رأی بدید، ولی اگه صفحه طولانی باشه و اینا اون کارو نمیکنن و از حقوقتون کم میشه احتمالاً. به خاطر این زمانی نیستش که بشه آدم رأی بدن. واسه یک این قضیه و دو مسائل دیگه که ممکنه آدم ها تو سفر باشن بخوان زودتر رأی بدن، تو اون روز نخوان رأی بدن و اینا، شما بعضی وقتا میتونید تو بعضی از ایالت ها، بیشتر ایالت ها، زودتر شروع کنید به رأی دادن، چند روز زودتر، و بعضی وقتا هم یک ماه زودتر میتونید شروع کنید به رأی دادن. یکی از اون روش ها اینی که به هر کدومشون هم بخواد رأی بدید، به هر شکلی بخواد رأی بدید، شما نمیتونید پاسپورتتون رو یا کدش ملیتون رو بردارید ببرید اونجا. حتما حتما باید رجیستر بشید، حتما باید ثبت نام کرده باشید قبل از اینکه اون ددلاینش تموم بشه. واسه ایالت‌های مختلف هم ددلاین‌های مختلف داره و معمولا یک ماه قبل‌تر هستش که بتونن بدونن که چند نفر قرار رأی بدن، و اگه شما رجیستر نکرده باشید دیگه نمیتونید رأی بدیدش. معمولا این شکلی هست. بستگی به ایالتی که توش زندگی میکنید قانونهای متفاوت داره. 50 تا ایالتی وجود داره، 50 تا قانون مختلف هستش. باید ببینید که ایالتتون رو قشنگ ببینید. من این لینک رای گیری رو توی ایالتهای مختلف میدم پایین. اگر فقط سیتیزن امریکا هستید، شهروند امریکا هستید، نه گرین کارتی نه ویزایی، بسیار بسیار مشکل زا خواهد واسهتون بود که اگر سیتیزن نیستید و رای بخواد بدید. بخاطر اگر سیتیزن هستید میدم این لینکشو این پایین، میتونید چک کنید ببینید که کجا توی ایالتتون زمانش کی تمام میشه و قانوناش چی هستش. یه موضوع دیگه هم هستش، موقعی که شما رجیستر میکنید بر اساس جایی که زندگی میکنید و محلی که زندگی میکنید معمولا فقط توی اون محله میتونید رأی بدید. مثلا اگه شما تو نیویورک زندگی میکنید نمیتونید به تگزاس رأی بدید و جاهای مختلف دیگه. اینم یه چیزی هستش که باید توی مد نظرتون باشه. موقعی که اونجا رسیدید معمولا اسمتون رو توی برگه ای هستش، یه برگه طولانی درازی هستش که بس اسمتون نوشتن، و اگر اسمتون اونجا باشه و امضا که میکنید امضاتون قطعا باید هر دوتاش با هم دیگه با اون امضایی که قبلا امضا کردید مچ بشه، اون وقت میذارن که این برگه رو در نهایت به شما میدن که بتونید رأیتون رو بندازید تو اون دستگاه که اتوماتیک هستش. الان توضیح میدم با هم دیگه نگاش میکنیم. بعدش هم که انداختید تو این دستگاه همونجا یه رسیدی بهتون میدن و یه استیکر هم میدن که من رأی دادم، و دیگه تقریبا آفیشیالش میکنن که شما رأی دادید. روز بعدش یا ساعت‌ها بعدتر یک وبسایت دیگه ای هستش که میتونید برید چک کنید که رأیتون شمرده شد یا نه، که اگه شمرده نشده بود مشکلی پیش اومد بتونید اعتراض کنید که خدای نکرده رأیتون از بین نره و حقوقتون از بین نره. واسه کسایی که سرباز هستن، تو سفر هستن مثل من، به هر حال تو اون جایی که باید بخوان رأی بدن نمیتونن حضوری باشن، یه چیزی وجود داره به نام absentee ballot. یه جورایی در واقع رأی دهی غایبه. شما میتونید اینو قبلا ازشون درخواست کنید که واسهتون بفرستن، و از طریق این میتونید بعد از اینکه پر کردید تا زمان انتخابات، یعنی تا روز انتخابات که معمولا 6 بعد از ظهر ددلاینش هست، بعضی جا 8 شب هستش، اگر تا اون زمان شما پست مهر پستی، یعنی ساعت حتی
5:59 مهر پستی خورده باشه روی این نامه که قراره بفرستید، هنوز میتونید رأیتون شمرده میشه، بعد از اون رأیتون شمرده نمیشه. اگر هم نمیتونید که پستش کنید، مثلا سالها پیش همون زمانی که انتخابات بین آقای ترامپ بود و خانم هیلاری کلینتون بود، من به خاطر اون اتفاقی که واسه اون پناهنده های سوری توی آلمان اومده بودن، تو اروپا اومده بودن، من اونجا بودم و نمیتونستم رأی بدم، میتونید درخواست کنید از سفارت یا حالا از خود امریکا و بعدش میتونید که این برگه رو حتی فکسش کنید، لازم نیست حتما با نامه بفرستیدش، میتونید اون کارم انجامش بدید. معمولا یک برگه خیلی طول درازی هستش، واسه اینه که اینو بهتر یه خورده ببینید، برگه طول درازی هستش. من چون اون جایی که زندگی میکنم از من در مورد مثلا نمیدونم شهردار اونجا، شهرداری منطقه کوچولویی، چیزای مختلف این شکلی درخواست کرده بخوام که پرش کنم، فقط واسه ریاست جمهوری نیستش. بعد با زبانهای مختلف هم معمولا اینا رو براتون میفرستن بر اساس جایی که زندگی میکنید، معمولا یا اسپانیشه یا چینیه یا آلمانیه، معمولا زبانهایی هستش که خیلی از آدم ها توی اون ایالت صحبتش میکنن. قبلا این شکلی بود که شما ابسنسی بلت که میگرفتید دو تا نقطه رو باید به همدیگه وصلش میکردید، الان این جالبه مثل کنکور شده و فقط شما رأی میدید که چه کسی رو میخواد رأی بدید بهش، مثلا وای ترامپ و اون معاونش رو یا خانم هریس و معاونش رو میخواد بهش رأی بدید و سوالای دیگه که در مورد سناتورها هستش و چیزای دیگه در مورد جاستیس دیپارتمنت و چیزای دیگه هست، دیوان عدالت عالی و اینجور چیزا هست که تو اینم وجود داره. موقعی که سر صندوق میرید با این یه خود متفاوت هستش، شما اینجا نوشته آقای ترامپ، اینجا هم دوباره نوشته ترامپ، این پایین نوشته کمالا هریس، این پایین هم دوباره نوشته کمالا هریس، یه مدادی به شما، یه خودکاری به شما میدن که این دوتا رو باید به همدیگه وصلش کنید و دیگه اینجوری نیستش که بخواد پرش کنید که یه موقع اشتباه پر کنید یا اینکه خوب پرش نکنید که بخواد مشکلی واسه یه خوندن تو اون دستگاه اتفاق بیفته، نباید مشکلی باشه به هر حال، ولی اونجا قشنگ دیگه وصلش میکنید هر دوتا رو به هم دیگه. بعد از این که این کار کردید، این نامه که واسه شما فرستادنش، این پاکت نامه در واقع، رأیتون رو میذارید داخلش و اصلا نیاز نیستش که پول بدید، استم بخرید واسهش، مهری بخرید واسهش، هیچ چیزی، این آردی پولشو خود دولت داده از طریق ما در واقع که مالیات میدیم و بعد اون وقت دیگه ببخشید، بعد دیگه میتونید اینو بندازید تو هر صندوق پستی و دیگه اوکیه، بعدش میتونید رأیتون رو انداختید و تمام شده و رفته. رجیستر کردن مهمترین بخشش هستش، این بخش واقعا شاید کمتر از یه دقیقه بیشتر وقت نگیره، ولی اگر دارید میرید که ایالت جدید گواهینامه باز میکنید، خون میرید یا این که یه کار دولتی که دارید، قطعا ازتون میپرسن که آیا میخوایی که رجیستر کنی واسه یه رأی دادن، اگر توی این فکر هستید که رأی بدید، حتما به نظرم پرش کنید که بتونید اون کار رو انجامش بدید، غیر از اون نمیشه، خیلی سخت خواهد بودش که بخوای اون کار رو بکنید. این تقریبا میتونم بگم تمام چیزهایی هستش که توی انتخابات وجود خواهد داشت، به خاطر اینکه الکترونیکی هست، رأی ها معمولا همون شب مشخص میشه. امسال من فکر میکنم که شاید همون روز شب پنجم یا حتی روز ششم هم متوجه نشیم، به خاطر اینکه الان که من باهاتون صحبت میکنم یه هاریکن داره میره سمت فلوریدا، میتونه اونو تاخیر بندازه، اگه اتفاقات دیگه بیفته از لحاظ طبیعی ممکنه اثر بذاره تو خیلی جاها، تا اینکه تمام رأی‌ها نیاد معمولا آمار حداقل اعلامش نمیکنم به شکل 100%، حتی اگه بشمارنش. به خاطر این من فکر میکنم که روز ششم احتمالا نیاد و ما دیگه قطعی یا شب ششم بدونیم یا روز هفتم بدونیم، هفتم نوامبر که رئیس جمهور بعدی امریکا چه خواهد بود. امیدوارم که هر کسی که میشه واقعا به این تنشی که توی دنیا وجود داره دامن نزنه،
واقعا امیدوارم که هر کسی که رئیسجمهور میشه اون یکی رو بپذیردش. این تنها خواسته ماست، مهم نیست واقعا هیچ کسی باشه، به خاطر اینکه دنیا توی جای جالبی الان نیست همونطور که میدونید و منتظر یه تنش چه از سمت ایران و اسرائیل چه نمیدونم از جاهای دیگه که وجود داره، اوکراین، روسیه، فلسطین، خود امریکا. اینجا توی 7 ماه گذشته مردم امریکا 5 میلیون تا تفنگ خریدن و الان اگه اشتباه نکنم نزدیک 355 میلیون تا تفنگ توی امریکا وجود داره، در صورتی که جمعیت امریکا حدود 330 میلیون تاست. به خاطر همین نزدیک 20 میلیون تا تفنگ بیشتر از تعداد مردم اینجا، یعنی بچه ها رو بشمارید، پیرمرد پیرزن ها هم بشمارید، وجود داره. به خاطر همین خیلی اگر بریم به سمتی که تنش بخواد اتفاق بیفته جای جالبی نخواهد رفت. امیدوارم اون اتفاق نیفته، امیدوارم هیچ اتفاقی از سمت میشیگان نیفته که این خیلی پیسفول و خیلی راحت همه چیز بره جلو واسه خودش. امیدوارم که خوب باشید، زود میبینمتون. ببخشید که بکلان یه خود تغییر کرده، همونطور که گفتم در سفر هستم، امیدوارم زود ببینمتون. موضوع خودتون باشید، خدا نگهدار.